بنام خداوند بخشاینده و مهربان سلام تقدیم میکنم خدمت شما عزیزان کمی لحظه بیننده برنامه ما هستین امید است که جور و صحت باشین و شما را خوش آمدید میگم به برنامه امروز هم دوست و دی برنامه امروز یک شیرینی بسیار خوب خوشمزه به نام شیرینی خانگی داریم دوستایی که از ما خواهش کرده بودن که کلچه آماده کنین ولی من انواع و اقسام در برنامه آماده کردم دوستا خاص میبار. یک طریقه بسیار ساده و آسانی که در روی نان توست ساماده میشه دوستا برای شما به معرفی بگیرم و از شما هم خواهش میکنم تا پایان برنامه با ما باشین و لذت ببرین از برنامه امروز هم و آنچه را که ای برنامه این برنامه آماده میکنم به دقت کامل ببینین دوستا عزیز خب نان توس سس عزیز اشت پرچه استفاده میکنیم در این برنامه خب ما تقریبا اینجا سه سی عدد سیب داریم دو عدد سرخ سه عدد هم سیب زرد که ما فقط فکر میکنم دو عددش شاید استفاده شود و همچنان پنیر دوست عزیز در حدود شش قاشق استفاده میکنیم یا کمی زیادتر مسکه به مقدار لازم استفاده میکنیم دوست عزیز و همچنان دارچین به مقدار لازم بوره به مقدار لازم مواد بسیار کم و یک شیرینی بسیار خوشمزه رنگ بسیار خوب یعنی شکلش بسیار عالی است و داخل داش آماده میشه اجزایی که داش دارن دوست عزیز ببینین برنامه رو و افزود کنین یک شیرینی دیگر هم بالای شیرینی که تا حال یاد گرفتین از برنامه بیبین و و یاد داشتین یک شیرینی دیگه هم اضافه بکنین گفتیم طریقی بسیار ساده و آسان دارن نان توست همه موادش رسرستان قرار داره. پنیر خامه ای دو سه عزیز میتونین استفاده در بازار پیدا بکنین مسکه، دارچین، بوره، سی که دو پیدا میشه همه حال هم در بازار است. و همچنان از نان توستی که استفاده میکنیم نان ناشتایی است که در بازار به حساب پاکت ها شده و استفاده میشه و شما میتونید که دسترس خود قرار بدید خب حجزای دل میخواییم که نانش اول ما به شکل که میخواییم آماده بکنیم خب دو پرچنانش دو عزیز یک کشه به شکل ساده و دیگیشم به شکل که ما قسمت وسط شما میخواییم از هم یک اندازه جدا بکنیم میگیریم فقط با کارت یک قسمت وسط دو دوست به این شکل بروش میزنیم ببینید به این شکل دو عزیز ما فقط وسط نون ازش دور کردم شما میتونین ایره دو عزیز بعدا خوش کنین شه کنین یا قفمال کنین از این آرد سخاری به وجود خب زمانی که نانه به این شکل دوست عزیز یک ما روش خالی کردیم یکم میگیریم از پنیر خامه‌ای دو دوست به این شکل در قسمت وسطش قرار میتیم تمام روی نان دو عزیز چرب نمی کنیم فقط یک اندازه نان بدی را پس دوباره دو عزیز به این شکل رویش قرار میتیم این دو آماده کردیم و فقط اینجا روی بشقاب قرارش میتیم نان بدی را دو عزیز به این شکل می گیریم ترقی بسیار ساده است اطفال زیاد دوستش دارن دوستا شما اگر میخواین که اطفال خود خوشحال بسازین میتونین که همچون شیرنی های خانگی دوست عزیز گفتیم آماده بکنین و بتین که نوش جان بکنه یک طریقی دیگه هم دوست عزیز که شما زمانی که به این شکل نان ماندین فقط قسمت نان پایین با دست خود یک اندازه فشار بتین تا نان خوب کاملا به هم بچسبه البته نان پایین شه بعد از او باز شما میتونین از پنیر خامه هم دوست عزیز باز هم در قسمت وسطش قرار بتین بسیار خوشمزه است بله در خوشمزه گیج دوست عزیز بسیار مقوی شما اگر اطفال خود پول بتین که بره از بازار چپسک و پنیرک و یا همچنان انواع اقسام شیرنی هایی که به صحتشان مضر است خریداری کنن یا بخرن بهتر است که خودتان به میشکل شکل آماده کنین و ازش لذت ببرین خب دوست عزیز تمام گیشه به میشکل شکل آماده می سازیم. آماده کردنش وقت زیادم در بر نمیگیره شما میتونین که در کمترین وقت دوست عزیز این شیرینی خوشمزه را آماده بسازیم میتونین که نان به شکل برای دستتان هم بگیرین دوست عزیز و همچنان برای تخته میتونین که پنیرش خوب در قسمت هایی که روی نان سوسا برسانین و نان بعدی به این شکل بگذارین خب حجزای دل تا دو عدد دیگه نان مانده تا ما هم آماده میکنم دوستای میان برنامه کوت ها و مواد لازمی شما ببینین و زود و زود برمیگردیم مواد لازم شیرینی خانگی نان توست 8 پارچه سیب سه عدد پنیر خامهی شش قاشق مسکه به مقدار لازم بوره به مقدار لازم دارچین به مقدار لازم خب بادم خوش آمدین به ادامه برنامه حجزای دل من نان آماده کردیم ولی دیگه کار را انجام ندادیم میریم به طرف داش و داش را هم روشن میکنیم در دمای، 150 درجه پایین بالا همزمان با همچنان قالبه میگیریم گیریم خب قالب دو عزیز پایینش چرک نمی کنیم نیاز به چرک کردن نیست با خاطر از اینکه نان خودش یعنی توسی است که نمی سوزه خب سیب سرخ دو عزیز فقط شنکه یک کمکه به این شکل دوست عزیز ما سیبه برش میکنیم خب سیب زرد هم دوست عزیز به بسیار ساده است دو رنگ سیب بسیار دوست عزیز شکل بسیار خوبه برش می اگر سیب سبز هم باشه خوب بسیار خوب سبز و یعنی سرخ بسیار یک نمود خوب می دوست عزیز سیب سرخ به این شکل قرار میتیم سیب زرد هم دوست عزیز به این شکل باز هم سیب سرخ باز هم سیب زرد سیب سرخ سیب زرد سیب سرخ یکی را پهلوی همدیگر دوست عزیز به این شکل اینا را قرار میتیم و یعنی در اخیر دیگه بسیار یک شیرینی بسیار خوب و مزدار دوست عزیز شما می داشته باشین من فکر می کنم که یک عدد دیگه هم بله اینجا جای شد و بسیار شکل خوب را که دوست عزیز به خود گرفته و آماده می سازیم سیب بعدی را یعنی شیرینی بعدی را دوست عزیز. سیب باید پاک شسته شود ولی پست نکنین نشه عزیز از این لحاظ بیشتر یادآور شدم که اگر خودتان در خانه آماده کنین بر اطفالتون بر ساعتش بسیار مفید است چرا که به دست خودتان یعنی در قدم اول مطمئن هستم که مادرای عزیز نظافت بسیار مراعت میکنن و در پلیزی از شما دوست عزیز از مواد استفاده میکنین که که بر صحتشان بسیار مفید است سیب زمانی که برش میکنین باید یک اندازه باید باشه دوستا خرد و کلان زیاد نباشه خب مثل پیشتر دوستا عزیز که ما سیب سرخه و سیب زرده روی هم به شکل قرار داریم ایره هم به مو شکل دو عزیز آماده میسازیم ساده است نیاز به خمیر کردن کلچه نداره دوستا شما از نان توست هم گفتیم میتونین که استفاده بکنین خب حجزای دل فقط ما نان را که آماده شده به روی قالب قرار میتیم به این شکل خب یک اندازه بوره بر رویش سازیس به این شکل به خاطر از اینکه یک چسپی بسیار خاص را به خود میگیره و همچنان شیرین میشه بسیار مزدار و همچنان است به خاطر خوشبویی و خوش از دارچین میده شده و یا همچنان پودر دارچین دوست عزیز شما میتونید استفاده بکنین که فواید خودت داره یعنی در کل بسیار خوب است شما میتونید که استفاده بکنین خب مسکه هم داریم دوست عزیز که فقط ما یک اندازه از مسکه دوست عزیز فقط کمتر از یک قاشق بر روی سیبا قرار میتیم در اثر حرارت دادن دوست عزیز مسکه آب میشه و کاملا مزه مسکه را سیب و نان به خود میگیره خب به می شکل دوستا تمام سیب و یعنی تمام نانا را به می شکل آماده می سازیم خب هجزای دل داش هم روشن کردیم اینا رو میکساریم تا دیگرش آماده میکنیم داخل داش که آیستا آماده شود و ما دیگر هم آماده میسازم بعد از دو داخل قالب میگذاریم و می‌گذاریم که کاملش پخته شو. خب دوست عزیز این شیرینی را به نام شیرینی خانگی میگن که ما شما میتونیم در خانه خود هم از این آماده بکنیم خب دیگر هم هم عزیز به این شکل آماده می سازیم و سیب زرد هم برش می کنیم ز... قسمتی که اگر خسته می باشه دوست عزیز کاملا دور می سازیم خب حجزای دل تا زمانی که ما بقیه نانایی که سیادت مانده ای را هم به مشکل آماده میکنیم کنیم دوستان یا برنامه کوتاه زود و زود برمیگردیم با ما باشیم مواد لازم شیرنی خانگی نان توست 8 پارچه سیب 3 سی عدد پنیر خامه 6 قاشق مسکه به مقدار لازم بوره به مقدار لازم دارچین به مقدار لازم خب تشکر می کنم از همراهی شما حزیزه که تا ایدم با ما همراه بودین زنده و سلامت باشین شیرنی خانگی ما هم آماده شده دوستا میریم به طرف داش و از داخل داش بیرون میکنیم شانه بله متوجه باشین که زیاد تو سرزیس سرخ نشه به خاطر از اینکه نان توس است امکان داره شکل قاق به خود بگیره باز لذت خود از دست بده بله عزیز که ببینین شیرینی خانگی رنگ بسیار خوب رو به خود گرفته بسیار عالی است خب یک دونه سیب هم دوست عزیز ما تزیین کردم برش از سیب سرخ و زرد هم آماده کردیم خب ما هم می که یک عدد نان دوست عزیز یا همی شیرینی را با به بشقاب بانیم و با سیب را هم آماده کردیم دوست عزیز در قسمت بغلش بغل خواب قرار میتیم خب ما هم ها را میکشم دوست عزیز یک بار دستای خدا مبکش میکنم تشکری میکنم از همراهی شما عزیزا زنده و سلامت باشین خدا کنه شیرینی امروزی که آماده کردیم مطابق ذوق شما باشه دوست عزیز بسیار ساده است موادهای زیاد کار نداره و قسمی که گفتیم دوست عزیز شما اگر همو پول را که برای اطفال خود میتین پس بکنین جمع بکنین همونطور میتونین یک شیرینی بسیار خوشمزه برشان آماده کنین و بتین که نوش جان بکنه خب مسکه پنیر خامه ای دوست عزیز همچو دارچین به این شیرینی استفاده شده بلالوی ازی که ما از میواجات یعنی سیب استفاده کردیم خب پیامایی که از هز، عزیزایی که خواهش شیرینی،, شیرینی دست ما کردن یعنی کلچه به خانش میگیرم دوست بسیار خوب ما مرسل جان از ولایت زیبای غزنی بسیار صفت کردن از برنامه و در زمین کلچه خواستن که در برنامه برشان آماده کنیم که ما هم یک نوع از شیرینی خانگی رو آماده کردیم خدا کنه خوشتون بیم و همچنان خواهر از عزیز ما توبا جان از دی سبز کابل خواهش یک نوه کلچر از ما کردن زنده و سلامت باشین خدا کنه که برنامه را دیده باشین فیروزه از شهر چارکار ضمن این که خواهش کردن سلام فرستادن و بسیار تعریف توصیف هم کردن از برنامه زنده و سلامت باشین و این خواهر ما از ما خواسته که کیک اسفنجی آماده کنیم در برنامه خدا کنه که برنامه امروز هم مطابق خواهشات شما بوده باشد دوست عزیز ان منتظر باشین یکی از برنامه ها بر شما کیک اسفنجی آماده خود کردم و طریق آماده کردن و یا مواد لازمی ش یک بار دیگه هم میخوایم برشون بگویم دوست عزیز که هشت پارچه از نان توست استفاده کردیم در حدود دو, دو یا سه عدد دوست عزیز سیب استفاده کردیم شش قاشق از پنیر خامه استفاده کردیم مسکه همچنان به مقدار لازم دارچین به مقدار لازم و بوره همچنان به مقدار لازم دو تا نان دو سایزی سر در نان اول چهار کنج قسمت وسطش با کارت برش میکنیم میکشیم و قسمت پایینیش با دست خود فشار بتین یا نتین فرق نمی کنه. پس دوباره امو قسمت وسط قسمتی که برش کردیم پایان نانه با پنیر برش میکنه یعنی با پنیر بساب دوست از پنیر میگذارین و دوباره نان برش کرده گیره پالش میکسورین و و سیب و زرد و سیب سرخه، به شکل بسیار نازک نازک برش میکنین و یکی در پالوی پشت همدیگر به این شکل قرار میکنین تا قسمت نان را که خالی کردین مکمل باید سیب پر شود خب یک اندازه بورا بالاش اضافه میکنیم با پودر دارچین به خاطر ازی خوشمزه شو اگر دارچین اضافه نکردین میتونین از پودر هیل هم دوست عزیز استفاده بکنین دوستا بعد از اینکه دارچین اضافه کردین یک قاشق مسکه هم بالایش بگذارین و روانیش کنین به طرف داشت دیگه بگذارین که دا مدت در مدت دیل و پانزه دقیقه دوست در دمایی 180 درجه در وسط داشت قرار بتین قالب اینشاالله فقط به می رنگی که گرفت دوست عزیز شیرنی شما آماده است و میتونین با یک چای سبز ایلدار نوش جان بکنین حتی شیرنی را دوست عزیز میتونید که یک روز درست هم نگهداری بکنین و به جای سرد و شما بر اطفال خود یعنی میتونین که بتین برش و نوش جان بکنن خب دوست عزیز من هم همیشه کوشش میکنم غذای مورد علاقه و پسند شما رو در برنامه بگیرم و آماده بسازم و شما هم دوستا فیسبوک و برنامه رو فراموش نکنین و سر بزنین به فیسبوک و برنامه و نظریات و پیشنهادات سالمتان با ما شریک بسازین و آنچه را که دوست دارین غذایی را که دوست دارین با ما در فیسبوک در میان بگذارین و ما هم در برنامه برای شما به معرفی بگیرم یا میتونید که به شما تلفن سفر افصال هفت تماس بگیرین و ما در خدمت شما حزیزا هستیم تشکری میکنم از هم بسیار خوبم تشکر از شما تا برنامه بعد خدا نگه